آقا اون دوره‌ای که واسه یاد گرفتن زبان بعد این هوا کتاب می‌گرفتیم و این همه پول خرج می‌کردیم دیگه تموم شد رفت. حالا خوشبختانه اپلیکیشنایی داریم که خیلی خوب و اصولی و گام به گام و درست مثل یک کتاب بهمون زبان انگلیسی رو یاد میدن. تو این ویدیو میخوام 3 تا اپلیکیشن خوب ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی رو بهتون معرفی کنم. اگه دوست دارید زبانتون رو پله پله و به سبک کلاس‌های درس ارتقا بدید، اپلیکیشن لرنیت میتونه گزینه مناسبی براتون باشه. لرنیت درست مثل یک کتاب آموزش زبانه که درساشو تو 5 سطح تقسیم بندی کرده. هر سطح لرنیت از 20 تا درس تشکیل شده و هر درس هم به آموزش لغات جدید، مکالمه، گرامر، اسپیکینگ و لیسنینگ تقسیم بندی میشه. قسمت‌هایی که هر کدوم تمرینات مختص به خودشونو دارن و خوشبختانه وقت زیادی هم ازتون نمیگیرن. این شیوه تقسیم بندی 2 تا مزیت داره. یکی این که میتونید رو چیزایی که بیشتر مهارت دارید کمتر وقت بذارید، ولی در عوض تایم بیشتری رو به نقاط ضعفتون اختصاص بدید. دوم این که با تقسیم بندی هر درس لرنیت امکانی فراهم کرده که برای هر قسمت آزمون مجزا بدید و اینطوری خودتون رو محک بزنید. رابط کاربری خوب اپلیکیشن هم نکته مثبتیه که شما رو به ادامه استفاده از اون ترغیب میکنه. این اپلیکیشن خوب آموزش زبان به صورت آنلاین و آفلاین قابل استفاده است و برای گوشی‌های اندرویدی منتشر شده. اپلیکیشن بعدی اسمش زبان بیاموزه که از نظر شگرد آموزشی تقریبا به لرنیت شباهت داره، با این فرق اساسی که بجز انگلیسی میتونید زبانای آلمانی، ترکی، اسپانیایی، عربی و فرانسه را هم باش یاد بگیرید. زبان بیاموز محتوای آموزشیش رو به 4 قسمت واژه آموزی، خواندن و شنیدن، گرامر و الفبا و تلفظ تقسیم بندی کرده که هر قسمت محتوای اختصاصی خودشو داره. قسمت واژه آموزی کمک میکنه که با گسترش دایره لغات بتونید بهتر جمله بندی کنید و قسمت خواندن و شنیدن کمک میکنه که روونتر و با لهجه بهتر انگلیسی صحبت کنید. سازندای اپلیکیشن تمام محتواش رو به خوبی براتون سطح بندی کردن تا بتونید پیشرفت پله پله و تدریجی زبانتون رو به خوبی احساس کنید. برای همین یه قسمت به اسم گزارش شخصی هم در نظر گرفته شده که نمودار روزانه پیشرفتتون رو نشون میده تا بهتون انگیزه بده. زبان بیاموز جعبه لایتنر و یه واژه‌نامه تخصصی هم داره که برای تثبیت چیزایی که ازش یاد گرفتید عالی ظاهر میشه. اپلیکیشن زبان بیاموز برای اندروید منتشر شده، ولی با مراجعه به سایت کاربرای PC و iOS هم میتونن از امکانات خوبش استفاده کنن. اما اگه فکر میکنید خوندن کتابای صوتی بهترین راه برای پیشرفت زبانه، بد نیست یه نگاهی هم به اپلیکیشن دهکده زبان داشته باشید. دهکده زبان اومده و بهترین کتابای صوتی برای تقویت زبان رو یک جا گردآوری کرده. همه این کتابای صوتی رو میتونید دانلود کنید و همزمان با گوش دادن متن اصلی و ترجمهشون رو هم بخونید. اینطوری به طور همزمان هم لیسنینگتون تقویت میشه و هم درک مطلب و دایره لغاتی که بلدید. خوشبختانه تمام کتابای صوتی دهکده زبان سطح بندی شدن و هر هفته چند تا کتاب جدیدم به اپلیکیشن اضافه میشه. یه بخشی هم هست به اسم انگلیسی روزمره که با شما متنای خبری، پادکست و کتابایی که تو آموزشگاه تدریس میشن و کار میکنه. این قسمت برای اونایی کاربرد داره که درکشون از زبان انگلیسی بالاست، ولی نیاز دارن که اسپیکینگشون یه خورده ارتقا پیدا کنه. اما اگه گرامرتون ضعیفه، یه بخش ویژه تو اپلیکیشن برای همین موضوع در نظر گرفته شده که فقط روی گرامر شما کار میکنه و قواعد دستوری زبان انگلیسی رو به خوبی بهتون یاد میده. دهکده زبان یه اپلیکیشن رایگان با پرداخت درون برنامه‌ایه که میتونید برای گوشی‌های اندرویدی دانلودش کنید. تنوع اپلیکیشن‌های آموزش زبان خیلی زیاده و هر کس با توجه به نیازی که داره یکیشون رو برای تمرین انتخاب می‌کنه. ولی تقریبا میشه گفت وجه اشتراک همه‌شون اینه که نسبت به کتاب خریدن و کلاس رفتن معمولاً مقوم به صرفه‌ترن. اما نظر شما چیه؟ با کدوم یکی از این اپلیکیشن‌ها کار کردید و فکر می‌کنید کدومشون موثرترن؟ حتما نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.